I'm sorry I'm not with you tonight. My absence is out of respect for the people of my country and those of other six nations whom have been disrespected by the inhumane law that bans entry of immigrants to the U.S. Dividing the world. این کف زدن‌ها از سوی کسانی است که مانند مدیران و یا هیئت داوران جشنواره اسکار دانستند اسخر فرهادی چه می‌داند و چه می‌گوید و خطاب به آنهایی که در فیسبوک یا اینجا و آنجا دانسته و ندانسته بخیل و حسود به افتخار سینمای ایران تهمت زده و می‌زنند. احترام جامعه فرهنگ بین‌المللی را به آقای فرهادی باید تبریک گفت. و اما در فرانسه 154 نماینده دو مجلس سنا و شورا در نامه خطاب به آقای اولاند نوشتند که او این فرصت تاریخی را از دست ندهد و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. آخرین بار آقای محمود عباس سه هفته پیش به پاریس آمده بود. در همین منطقه قطعا در خبرها شنیده بودید که آقای یحیی سینوار اینک به جای آقای اسماعیل هنیه به عنوان رئیس سازمان حماس برگزیده شد. اگر پیشتر آقای هنیه لبخند و مردمداری تلویزیونی را آموخته بود، آقای یحیی سینوار به نظر می آید راهی طولانی در پیش دارد و حالا باید برود. خبر تأسف‌بار کشته شدن یک روزنامه‌نگار کرد عراقی در حال انجام وظیفه زمانی که آزاد شدن موصل از چنگال داعش را پوشش می‌داد اتفاق افتاد. از این هفته سالن کشاورزی فرانسه افتتاح شد. یکی از اتفاقات نادر این که یکی از گاوها در قبل از افتتاح پا به فرار گذاشت و این تعجب و باور را بپذیرید که گاو مستقیما به سمت درب ورودی دوید و از زمانی که آن را بسته دید ناامید و سرگردان به هر سو سر زد. این چهره آقای پوتین در روز جشن دفاع ملی در روسیه است که در روسیه چنین روزی یک روز تعطیل رسمی و امسال برف سنگین هم مانع اجرای مراسم نشد. اما تظاهراتی را که مشاهده می کنید در جانبداری از ثروتمند مشهور روسی بوریس نوتمن است که یکی از مخالفان جدی آقای پوتین بود. چه کسی باور می کرد که در روسیه آقای پوتین چنین جمعیتی اجازه تظاهرات علیه او را داشته باشد؟ در فرانسه یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آقای امانوئل مکرون که تا این لحظه شانس پیروزیش در انتخابات فراهم است در پی شایعات مبنی بر همجنسگرا بودنش گفت اگر چنین بود به آن اعتراف میکرد. هفته پیش خبر از طنز گروهی را دادیم که برای آقای اوباما پیشنهاد نوشته بود نامزدی ریاست جمهوری فرانسه را بپذیرد. حالا روزنامه واشنگتن پست نیز به این خبر پرداخته است و در پایان بار دیگر خبر شادی آفرین اعطای جایزه اسکار به آقای اسخر فرهادی برای فیلمش فروشنده که در ابتدای فیلم هوشمندانه پرسشت را مطرح کرد و در پایان فیلم پاسخش را. چی شده؟ فقط خالی ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده